بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ایران نزدیک به یک ماه از شروع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع زاگرس می گذرد، ولی آتش سوزی همچنان در مناطقی از استان لرستان ادامه دارد. از جنگل های پاوه در استان کرمانشاه تا مراتع اطراف شهرستان رستم در استان فارس، داوطلبان و نیروهای دولتی در تلاشند تا آتش را مهار کنند. پوشش گیاهی و علفهای هرز این مناطق را مستعد آتش کرده، ولی عامل انسانی علت اصلی این آتش سوزی ها اعلام شده است. بر اساس گزارش های دریافتی داوطلبانی که برای مهار آتش طی این مدت تلاش بی‌وقفه‌ای داشتند، خسته و منتظر کمک بیشتر هستند. یک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل گفت که میانمار در رنج و درد طاقت فرسایی به سر می‌برد که مردمان توسط حکومت نظامی غیرقانونی آن در حال خفه شدن هستند، چرا که این حکومت از تاکتیک‌های جنگی وحشتناک بر علیه مردم استفاده کرده و مرتکب جنایت خشونت می‌شود. فولکر تروک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر مستقر در ژنو تاکید کرد که سلطه نظامی سرکوب مخالفان علیه اقلیت مسلمان روهینگیا و سایر جوامع در استان راخین در حال انجام است. وی تاکید کرد که ما در حال شنیدن داستان‌های از تاکتیک‌های جنگی وحشتناک مانند گردن زدن هستیم، حملات پهپادی در نیمه شب‌ها بر علیه مردم بی‌دفاع غیر نظامی، آتش زدن خانه‌ها در حالی که مردم در خواب هستند و تیراندازی به سوی افرادی که در حال فرار برای حفظ جان خود هستند، از جمله خشونت‌هایی که توسط حکومت نظامی فعلی میانمار بر علیه مسلمانان بی‌دفاع صورت می‌گیرد. بر اساس گزارشی که توسط وزارت کشور و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان منتشر شد، این کشور با 39433 جنایت در سال گذشته رکورد جدیدی در جنایات افرادگرایان ثبت کرد. نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان، گفت وضعیت امنیتی در آلمان متشنج است و به همین لحاظ دولت این کشور اقدامات حفاظتی را برای مقابله با تهدیدات ناشی از افرادگرایی، تروریسم و خطرات ترکیبی تشدید می‌کند. آلمان که میزبان جام فوتبال اروپا در سال 2024 است، اقدامات امنیتی از جمله تشدید نظارت و انجام بازرسی‌های موقت در مرزهای خود را در بزرگترین عملیات در تاریخ پلیس فدرال آلمان افزایش داده است.